مرتضا کازمیان همکارم اینجا در استودیو همراه ما هست آن یکی خواندن یکی از رهبران جنبش سبز و در واقع اظهار نظری که پزشکیان داشته خیلی انتقادات گسترده رو در شبکه اجتماعی داشت بله و این باستاب ها طبیعتا قابل پیش بینی بود یعنی وقتی که اولا پزشکیان از یک تعبیر تقریبا غیر محترمانه و حتی توهین استفاده میکنه درباره کسی که خب یک شخصیت سیاسی است صرف نظر از اینکه افراد موافقش باشن یا مخالف حتی یک شهروند که ولی تعبیریه که کاملا افکار عمومی اون رو توهین‌آمیز تلقی کردن و فراتر نکته قابل توجه این که اساسا در ادبیات شش اشاره به خانم زهرا رهنورد نمیکنه در حالی که زهرا رهنورد مثل میرحسین موسوی از بهمن 89 در حصر خانگی یعنی یک چیز حدود 4964 روز بازداشت خانگی بدون محاکمه حتی در چارچوب همین قوانین نمایشی و دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی خب این در واقع ادبیات به علاوه اون ملاحظه که پدشکیان بهش اضافه میکنه یعنی اینکه اشاره میکنه که نباید با نظام در افتاد به نوعی اشارش به اینه که میروسن موسوی از حصر خانگی موازه تندی گرفته هم او هم البته خانم رهنورد و به ویژه اون به بیانیه میروسن موسوی در متن خیزش زندگی آزادی که پیشنهاد رفراندوم برای تدوین قانون اساسی جدید رو داد و به نوعی به گذار از جمهوری اسلامی رسید و پیشنهاد همه پرسی برای تغییر قانون اساسی خب اینها برخورنده بود کاملا مشخص بود برخورنده برای شخص اول نظام خامنه ای حالا پزشکیان به نوعی داره توجیه میکنه که نباید با نظام در افتاد و این باز خودش قابل تعمله چرا چون رئیس جمهور وظیفش حفظ حقوق اساسی و مدنی همه شهروندان هست حق اعتراض مدنی حق اعت... اظهار نظر مخالف حق مقاومت مدنی اینها جز حقوق اساسی شهروندان هست از جمله موسوی و رهنورد بماند که طبیعتا انتظار از پزشکیان هستش که از حصر و بازداشت خانگی بدون محاکمه اونها و غیرقانونی اونها انتقاد کنه واکنش نشون بده و تغییر بده وضع رو اما ادبیات پزشکیان یک چنین چیزی درش نیست به این رو هم اشاره کنم اون چیزی که در رابطه با آقای کروبی میگه که این مشکل رفع شده خود آقای کروبی تاکید کرده تا وقتی که حصر موسوی پایان نپذیره من از حصر خارج نمیشم و گفته تکلیف ما رو باید یک جا مشخص کنیم و البته من اینجا اشاره کنم بخش مهمی از اون چیزی که حتی در رابطه با آقای کروبی هم رخ داده مرتبط با اقدامات محسنی اژه‌ای که رابطه آشنایی و تنگاتنگ دراز مدت داشتن و بخشش هم برمیگرده به مشارکت آقای کروبی در انتخابات به نفع پزشکیان در حالی که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در انتخابات شرکت نکردند چیزی که طبیعتا با اون مواضع قبلی اونها برخورنده بوده برای حسی سخت قدرت و این حس رو کش داده تا امروز حامیان پزشکان اما برای توجیه این موضوع دست گذاشتن و تاکید کردن بر ادبیات متفاوت پزشکیان بله این متاسفانه حامیان اصلاح طلب آقای پزشکیان به نوعی دارن چشم میبندن بر خطاهای رفتاری و ادبیات او و حتی اونچنان که شاید بودیم دیروز در نشست خبریش به شکل غریبی خبرنگاران حامی پزشکیان چند بار از او تجلیل کردن تشویقش کردن با کف زدن در حالی که وظیفه خبرنگار پرسشگری کشف و حقیقت انتقال داده ها به جامعه هستش اما این روی کرد و اینکه ادبیات پزشکیان که مثلا دیروز حتی به جای روسیه از کلمه شوروی استفاده کرد و از کنار اینها با خنده یا با یک نوع مماشات عبور میکنه رفتار غیر که او با مقامهای خارجی همین سفر اخیرش در عراق خودش حاشیه احساس بود اما به نوعی به جای اینکه وارد نقد او بشن وارد پرسشگری از او بشن به نوعی وارد گونه توجیه شدن یا تشویق او که این رو داره باستولید میکنه توی رفتار پزشکیان و به نظر میرسه باید منتظر اتفاقات غیر مترقبه بود حتی در سفر پزشکیان به نیویورک و دیدارش با مقام خارجی من فقط اینجا جمع بندی کنم اون واقعیتی که در رابطه با پزشکیان و هست و وضعیت سیاسی کشور داره رخ میده محورش اینجاست که اون چیزی که به نام وفاق ملی گفته میشه تا وقتی که منتهی به آزادی زن دانیان سیاسی به رفع حصر رهبران جنبش سبت که اون پشتوانه اجتماعی رو داشتن اون جنبش اعتراضی بی سابقه در سال 88 89 رو شکل دادن تا وقتی که این تغییر تغ... رخ نده تغییر سیاسی معنی در داخل کشور و آزادی زنان حقوق زنان به ویژه بحث حجاب اجباری اینها در رفع نشه اون چیزی که از وفاق ملی گفته میشه بیشتر یک تعبیر شعاری خواهد بود و محدود خواهد شد به وفاق جناهای سیاسی در قدرت و طبیعیه که بی بی‌اعتنایی پدشکیان یا حامیان او به نقش مقاومت و ایستادگی زندانیان سیاسی به ویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در همین نتیجه انتخابات خودش هم ندیدن بخشی از واقعیت یعنی اگر حاکمیت و به طور مشخص علی خامنه‌ای تن دادن به یک انتخابات متفاوتی بخشی از او بدون تردید ناشی از همین ایستادگی نیروهای سیاسی و مخالفت‌ها با وضع حاکم بود از خیزش زن زندگی آزادی گرفته تا اعتراض زندانیان سیاسی و همین موضع آقای میروسن موسوی خانم زهرا رنبرد در حصر خانگی که من گفتم چهارده سال پیش شروع شده و همچنان به شکل غیرقانونی ادامه داره